بگ. قبل از اینکه شروع کنی خواهم یه خود از پانی بگی. حیف که آماده ندارم از بعد بگردم، ولی رزولوشن پانی 2 سال پیش بود که 3 سال پیش پانی 28 ساله 8 ساله رو سایکایتریستش ریفر کرد به من و بعد اومد پلو من. دری که باز کردیم نگاه کردیم گفتش که من اصلا از خانمه خوشم نمیاد. سایکایتریست هم به من گفته که تو فقط برو گوش کن، فقط تو برو، اگه نخواستی نرو. 10 دقیقه اول اینجوری نشسته بود، گارد گرفته بود. 10 دقیقه گذشت، پانی ملت شد. پانی 28 ساله 150 کیلو بود و میگفت برگرده وحی جان و میگفت و بعد من دیدم اصلا براش مهم نیست، اصلا برای چاقیش نیومده. میدونی برای چی اومده بود؟ اخلاق بدش، با همه دعوا میکرد و میترسیدن ازش، حتی خیابون هم میتونست خیال بگیره. بعد رومول هم که میشست میخوابید قامی شد. یه بچه لوس 8 ساله ابسولوتلی لوس 8 ساله. همون جلسه اول ما باندینگ رو شروع کردیم با هم و از هفته بعدش قرار شد که دفترش هم برای خودش بگیم. هفته بعدش من دیدم اون پانی لوس هنوز لوسه، ولی اومد سر ساعتم اومد دفترم به خودش رو بگیم. ما شروع کردیم ادامه دادن. 6 جلسه اول که گذشت من هی موضوع چاقیشون رو میابردم و سر کسی به من نگفت، فقط من خودم نگرانش بودم. دختر 28 ساله 150 کیلو. بعد اون اصلا ناراحت نیستم، خیلی هم سکسی هم، خیلی هم خوشگلم، اصلا هم برای مهم نیست. خب تا اینکه من شروع کردم در مورد همین مسئله صحبت کردن، دیدم نه، بیهایند این، در پشت این قضیه، این اعتماد به نفس، نداشتن اعتماد به نفس، fake confidence، که خودشم باورش بود که خیلی اعتماد به نفس داره و گندی که بابا زده بود، لوس، دختر لوس بابا. و بعد ما خیلی جدی شروع کردیم با هم کار کردن، خیلی خیلی با من. این دفترشو می آورد دونه به دونه می نوشت، هفته بعد که برمیگشت دونه به دونه می گفت چجور روش کار کردیم. پوست هم دیگه رو کندیم. بعضی وقت قشنگ هم صادقانه عصبانی میشد، میگفت خیلی از دستت الان عصبانی ما، خیلی دارم عصبانی میشم. میگم گود، چک تراپی توی بعد بخوری. و دید اصلا من لوسش نمیکنم. خیلی هم تلاش کرد لوسم لوسش بکنم، اصلا دید من لوسش نمیکنم. به موقع خیلی هم دوستش دارم، هولدش میکنم، ولی بچه لوس اصلا اینجا جا نداره. و پانی شد آروم آروم 28 سال و پانی 150 کیلو شد. دست بزرگ. الان ایران زندگی میکنه. پانی فقط برای تعطیلات اومده، برگشت ایران زندگی میکنه. میتونه اینجا زندگی کنه ولی ایران رو خیلی دوست داره. نه حالم خوبه اونجا، حالت خوبه، حالم خوبه. آره. و کلا من فکر میکنم مسیر زندگی در خیلی از موارد همینطور تغییر کرد و تغییر کرد و رابطه‌ش هم خیلی با خانواده صمیمیت‌تر و بهتر شد. درسته؟ خیلی خیلی زیاد. و حالا کوچولو بعضی وقتا دختر لوس بابا هست، ولی خانم 31 سال است. Am I right؟ حتی با بابا. آره. حالا خودت اگه دوست داری خودت یه مقدار بگو. واقعا خیلی لطف داره. من خب واقعا من 4 سال پیش که هم کانتوانوم رو شروع کردم و هم سمینار آمدم. حالا خیلی هاتون داستان من تکیه من از قبل میشناسید. نه خیلی ها نه، بعضی ها من رو میشناسن. 4 سال پیش تا همین الان که اینجا نشستم، هر درسی که شما هر هفته میخونید توی یوتیوب میاد، من هنوز دارم مینویسم. یعنی پاز سنتنس می نویسم و اینا همش برای خودم. یعنی از رو تلویزیون برنامه ها رو می نویسم حتی من و اینا همش برای خودمه. در کل از مسیری که توش افتادم خیلی راضیم. خیلی سخت بود، واقعا کار سختی بود، چون مثلا
خیلی با هم گلاویز شدیم، منو میشه خیلی زیاد، ولی خب هر هفته واقعا 18 ماه با دوانم رفتم. اول سمینار اصلا نمی اومدم، از همه بدم می اومد، یه دختر لاغر می دیدم کاملا ممکن بود که بزنم. آره ولی بعد الان همه اینا رو خودم هنوز ایراد دارم بعد از 4 سال تکرار کنیم، هنوز ایراد دارم واقعا بعد 4 سال بعدش کار کنم. ولی در کل I'm very pleased to be here. میدونم بگه یه حس خیلی خوبیه، خیلی خوبه، خیلی. چقدر انسان متفاوت شدن در روی شخصیت خود آدم و فیزیکی کار کردن چقدر انسان رو تغییر میده. خیلی. من بخواهیم گفتم بیا سمینار بعد به موقع وقتی که یه مقدار ناقصر شد شروع کرسیم اون رو برو میشستم. بعد اول هم که اومد خیلی حسودی کرد، نه به خاطر چاقی و لاغرشون، فقط به خاطر اینکه من چرا قربون صدقه شما ها میرم دیدم من بعد من رو داشته باشه، از مشکل حسودی داشت. دختر دردونه بابا بود و بعد میشست لباس کوتاه، هنوز هم توپل مطلی یادی جو. اما این اعتباده بیجور این نانوس رو قدم بیختری رو بعد تا 6 جلسه اول سمینار من بهش محل نمیذاشتم و میخواستم پوست روانش خلو بشه، خیلی بهش برهم نمیذارم چون خودش میتونست بیاد میتونست نیاد، چون میخواستم ببینه که ایکوالیتی و برابری اینجا، هیچ کس از هیچ کس عزیزتر نیست. میرفتیم بالا میشه پا میشد وای میساد میخواست توجه جلب کنه. بعد جریان هاشم که گفتیم یه چیزی بده این ناموس رو ریخته بیرون، یه چیزی بده این بنده بیرون، آروم آروم بعد از 6 هفته به متوجه شد که جای امنه، ابتدای به حسادت نداره، میتونه حس امنیت بده و حس امنیت بده و خیلی هم تو همون گروه اون گروه همون خیلی هم محبوب شد. سرگروه هم بودی یا مدرد؟ ها؟ سرگروه هم بودی یا مدرد؟ سرگروه هم بودی یه